با سلام و درود به همه شما و با درود به عزم جزمتون برای حضورتون در این صحنه سیاسی بسیار جدی علیه رژیم آخوندی. اگر اجازه بدین من میخوام قبل از هر چیز یک نگاهی بکنم به گذشته خودمون که از چه مراحل عبور کردیم و الان در چه نقطه هستیم. یعنی از این فرصت زیبا استفاده کنیم، یه مقدار خودمون رو به قول معروف بخونیم گذشتمونو. 40 سال قبل خمینی با در هم آمیختن مرجعیت مذهبی و رهبری انقلاب و ریاست دولت و حاکمیت سیاسی، متمرکزترین نظام سیاسی و دیکتاتوری مطلقه تحت عنوان ولایت فقیه را بنیان گذاشت. اکنون دیگر کسی تردید ندارد که خمینی مهمترین پروژه خود را حذف نهایی مجاهدین از صحنه قرار داده بود، چون اونها رو هماورد خودش میدید. در همون سالهای اول به صورت محرمانه به اوامرش دستور داد که مجاهدین را نابود کنید. فراموش نکرده ایم حکم آخونده جنایتکار علامه قاضی بم رو که در سال 59، یعنی 1 سال بعد از واکمت سن خمینی، با امضا و مهر خودش نوشت کد: به فرمان امام خمینی مجاهدین خلق مرتدین و از کفار بدترند، هیچ گونه حرمت مالی ندارند، جانی هم ندارند. این کد این آخوند جنایتکار بود. بعد میرسیم به اعدام‌های اوایل دهه 80، در هر شب صدها نفر، تا قتل عام 67 که خمینی صریح گفت دشمنان اسلام، یعنی مجاهدین خلق، را نابود کنید. به لحاظ حقوقی نابودی یعنی نسل کشی. به همین دلیل شما میدونید که بسیاری از حقوقدانها معتقدند که قتل عام 30,000 نفر در سال 67 فراتر از جنایت علیه بشریت و از مصادیق بارز نسل کشی است. پس از 17 ژوئن 2003 بسیاری از دوستان مجاهدین و مقاومت ایران با تأسف پایان کار مجاهدین رو به نظاره نشسته بودند. فکر می‌کردند که کار مجاهدین تموم شد. 12 دولت و قبل از همه ایالات متحده آمریکا در عراق عزم جزم کرده بود که مجاهدین رو به با نابودی نرم از بین ببره. در مقابل ما نبرد عظیم سیاسی حقوقی را پیش بردیم و با پیروزی شگرف در تمامی دادگاه‌ها در اروپا و آمریکا حقانیت و مشروعیت سیاسی مجاهدین و مقاومت ایران رو علاوه بر عرصه سیاسی در عرصه قضایی هم مهر کردیم. نبرد همه جانبه مقاومت با رهبری و هدایت خاورمریم و عبور دادن کشتی اشرف در طوفان سهمگین عراق و تمامی منطقه بالاترین و برجسته‌ترین کارزار این مقاومت بود که بی تردید یکی از فرازهای بزرگ نبرد اراده ها در آغاز قرن 21 بود. از یک سو آمریکا، رژیم، دولت دستشونده عراق، همه با هم با حمایت سازمان ملل و از در طرف مقابل یک جنبش مردمی و مستقل و مظلوم و تنها. البته شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. وقتی که زمانش برسه باید جزئیات اینها رو برای تمام خلق و تمام خلقهای جهان تعریف کرد و توضیح داد. اما الان سوال اینه که اون عنصر یا عناصری که با اتکای آن مقاومت ما تونسته در این سرفصل‌ها رو با غرور و افتخار عبور کنه چیست؟ بی تردید اولین عنصر ریشه‌داری این جنبش در اعماق تاریخ و خلق قهرمان ایران است که با استقلال همه جانبه تعریف می شود. رهبر مقاومت ما مسعود رجوی در سال 60 در برنامه شورای ملی مقاومت نوشت: استقلال در مفهوم سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی درس اول انقلاب ماست. همین حضور شما شما یاران مقاومت نشانه برجسته همین ریشه داری است. پس از آن هم رهبری هوشیار، فداکار، قاطع در اصول و البته منعطف در تاکتیک ها، با برخورداری از یک اندیشه درخشان انسانی و ضد استثماری، این دومین عنصر پیروزی و پیشرفت ما و عبور ما از همه این مهلکه ها بوده. سومین عنصر
کادرهای ارزنده و بی‌نظیر این مقاومت که شاید در تمامی تاریخ انسان کم نظیر باشند، از هزاران هزار که بر تنابهای دار بوسه زدند و با عزم و فوق تصور دشخیم را در درون خودش منهدم کردند، تا رزمندگانی که این سالها همه جا و در همه شرایط بر مواضع خود ایستادند و پای فشردند و بهای آن را با جان و روان خود پرداختند، تا شمایان اشرف نشانها، شمایی که شب و روز و سرما و گرما نمی شناسید، راستی که به قول امام حسین به یاران خودش، رهبری ما هم در این زمان یارانی با وفاتر از شما در هیچ گروه و سازمان در این دوران ندیده است. بنابراین درود بر همه شما. اما اکنون در چه نقطه‌ای هستیم؟ اجازه بدید چند تا نقطه هم در مورد وضعیت کنیون بگم. اکنون ما در نقطه‌ای هستیم که خاتمی خائن میگوید اگر اصلاح طلبان نجنبند و اگر خامنه‌ای به اونها لطف نکنه، براندازان خواهند برد. براندازان یعنی همین شماها. بعد حجاریان تورسیان اصلاح طلبان قلابی همین چند وقت قبل خطاب به جناح رقیب نوشت اگر انتخاب آزاد در ایران برگزار شود نه تو مانی و نه من، گفت که از اصلاح طلب و اصولگرا اثری نخواهد بود. این حرفی بود که ما طی این دهه ها همواره میگفتیم، تکرار میکردیم، الان خودشون میگن. پاسدار قاسمی، پاسداری که در واقع تورسیان شکنجه و جنایته، اعلام کرد که مجاهدین در همه ارگان‌ها و حتی خانه‌های ما نفوذ دارند. در صریحاً گفت که مریم رجوی در تمام خانه‌های ما نفر داره. اکنون دیگر همه سران رژیم مجبور شدند اعلام کنند که به استراتژی سکوت در مورد مجاهدین پایان دادند. در این شرایط کانون‌های شورشی به عنوان تاکتیک محوری مقاومت تمامیت رژیم را دارند به آتش می‌کشند و مسیر سرنگونی رژیم رو هموار می کنند. در این شرایط ما و شما در اینجا و در صحنه های رزم سیاسی تمامیت رژیم را هر روز به چالش می کشیم. ما با این مقاومت ها و با این رنج و تلاش ها با همین هاست که دیگر هیچ کس فریب دو جناح بودن رژیم را نمی خورد. روحانی و ظریف چهره دیگر خامنه ای و قاسم سلیمانی هستند. این حقیقت را مقاومت ما طی این سالها با درد و رنج بسیار و بالاخره پس از 4 دهه مقاومت و مجاهدت به ثبت داده است. به این دلیل است که حضور روحانی و ظریف همانند ظهور خامنه ای و قاسم سلیمانی است در سازمان ملل. سازمان ملل که برای حراست از صلح و امنیت جهانی تشکیل شده، جایی نیست که پاسداران و رهبران جنگ و تروریسم و جنایت در اونجا حضور پیدا بکنند. اونها بایستی از سازمان ملل اخراج شوند و اونها به سرنوشت محتوم و تاریخی خودشون باید سپرده شوند. حضور شما در اینجا در واقع بیان همین حقیقته. این عزم تک تک شما یاران مقاومت گواه روشن همین حقیقته. بله، بی تردید خورشید آزادی در سرزمین شیر و خورشید طلوع خواهد کرد. با آخوندها و پاسداران عبرت تاریخ خواهند شد. بنابراین درود بر عزم جزم شما و درود بر تک تک شما همتون که این رزم رو اینجا به پیش میبرید و اعلام میکنید پایان تاریخی آخوندها، اما از خامنه ای و روحانی و ظریف و قاسم سلیمانی. مرد بر همه آنها.